من در این فاصله مروری کنم بر نوشته های آقای پرویز دوایی. ببینید، پرویز دوایی وقتی که میره تو کانون پرورش فکری نوجوانان، اونجا با چهره های سرشناسی آشنا میشه دیگه. یعنی عباس کیارستمی بود، اکبر صادقی که بازیگر و کارگردان و فیلمنامه‌نویس بود، پرویز کلانتری، خسرو سینایی، نورالدین زرین‌کرد و سیروس طاهباز. دوایی سال 50 و 52 دبیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان هم بود و یه چند تا مجموعه داستان داره. مجموعه داستان باغ هست که 16 قصه هست که معروف به نوستالژیک ترین قصه های تاریخ، یعنی انقدر محل رجوع هست. بازگشت یک سوار هست که این بازگشت یک سوار سال 76 جایزه بهترین کتاب تألیفی رو هم برده. بازگشت یک سوار خاطرات سینمایی آقای پرویز دوایی هست و به شکل یک رمان به هم پیوسته و بلند هست. ایستگاه آبشار ایشون نوشته، من به شکل تاریخ زمانی میگم که ایستگاه آبشار باز نوستالژیای دوران نوجوانی و خاطر بازیش هست. کتاب سبز پری هست. بلوارهای دلشکسته، بلوارهای دلشکسته مجموعه داستان خاطره است. یک کتاب سینمایی دیگه داره، امشب در سینما ستاره، سال 1387 چاپ شد که خاطرات سینمایی ایشون هست. دیگه بقیه آثارش که 4-5 تا آثار هست، درخت در پرغوان، به خاطر باران، روزی تو خواهی آمد و خیابان شکرچین، اینا نامه هایی که از پراگ نوشته شده و محصول دهه 90 هست. ایشون دیگه در پراگ ساکن بودن. ترجمه های معروفی داره. ترجمه های معروفش که اگه بگیم سینما به روایت هیچکاک فرانسوا تروفو رو ترجمه کرده، انتشارات سروش چاپ کرد. سلام آقای زراعتی، صداتون رو داره. سلام دوستان عزیز، خیلی ممنون، متشکر از شما. سلام به همه دوستان. شما دیگه چیزی باقی نذاشتی دیگه از آقای دوایی که من بگم، اونچه که بود گفتین. اینا رو احتمالاً از صدای من نمیاد؟ بله بله صداتون میاد. الان صداتون خوبه. پرسیدم که این معرفی که گفتید از کجا بود؟ از موضوعتون که از مجموعه نوشته های بود که یکی تو صفحه روزنامه اعتماد بود که در بله معرفی و دیگری هم که وبلاگ هایی بود که بعد از معتقدی راجبش بشه. مون تو اصل کار پیش شما است جناب زراعتی. خواهش می‌کنم که بله خیلی متشکرم. خب اگر صحبتی هست شما بفرمایید یا دوستان دارم بفرمایید. من اون چی که به ذهنم میرسه و شناخت و آشنایی و لطف آقای دوایی که میتونم بگم که دوستی که در این سالهای اخیر با ایشون داشتم، الان البته مدتی فرصت نشده که تلفنی بزنم یا مکاتبمون رو ادامه بدیم با هم دیگه، ولی همیشه این بوده، میتونم موردایی که بوده بگم و در واقع اون به قول شما خاطرات خودم رو از آقای دوایی بگم و این اون چی که بوده نوشته. آقای دوایی کارهای زیادی داره که حالا تا اونجایی که من خاطرم بیاد بگم، اینا رو من نرسیدم برم نگاه بکنم. من واقعا این چند هفته حال زیاد خوشی ندارم بعد از اون قتل داریوش مرجویی، بعد از درگذشت دوستم شهروز جویانی. یکی خب حالا خود از دست دادن دوستان هست، یکی هم تبعاتی که بعد پیدا میشه. یعنی تمام دیروز من صرف کلکل کردن با یکی از دوستان نویسنده شد که مقاله‌ای در مورد شهروز جویانی نوشته بود و بالاخره من موفق نشدم به ایشون بقبولونم یا کاری بکنم که بپذیره که واژه‌هایی مثل جعل و جاهل و فریبکاری و فریب دادن در مورد این دوست نویسنده، روزنامه‌نگار، شاعر، ما هفته پیش مفصل در موردش صحبت کردیم، نادرسته، منفیه و غلطه، چون فایده نداره دیگه. دوستان ما مثل این که وقتی یک حرفی میزنن دیگه مرغشون یک پا داره و ماها ایرانی ها نمیخوایم انگار بپذیریم که یک جایی خطا میکنیم یا یه چیزی رو اشتباه میکنیم. حالا لزومی
نداره حتما آدم عذر خواهی کنه، ولی حداقل میتونه بپذیره که این برداشت من از این معنای این کلمه درست نبوده، ببخشید اگر من نرسیدم برم اینا رو ببینم که دقیق تر در مورد کارهای آقای پرویز دوایی صحبت بکنیم و کامل نخواهد بود این گفتگومون. امیدوارم یه وقت دیگه‌ای باشه که دوستان دیگه پرویز دوایی هم حضور داشته باشن که در واقع یک به نوعی یک بزرگداشتی باشه و در مورد اون، چون خیلی کارها کرده در زمینه‌های مختلف و ارزش این رو داره. واقعا میگم به همین خاطر خیلی همچین تمرکز درست حسابی ندارم. حالا اگر صحبتی هست شما و دوستان بفرمایید، وگرنه من شروع میکنم یه مدت یه چند دقیقه صحبت بکنم، یه دفعه مثل دفعه پیش متکلم وحده نشم، در واقع با هم گفتگو بکنیم در این در مورد پرویز دوایی. آقاش هم من هست میکنم. از شما ممنونم که خواهش من پاسخ مثبت دادید، اون کلمه استاد رو برداشتید، همین اینها که نوشتید خیلی خوب و کامله. بالاخره اینایی که من میگم، با دوستمونم صحبت میکردم، آدم وقتی یک چیزی رو میگه باید عمل کنه، وگرنه گفتن شما تمام مردم ایرانی ها همشون از کوچیک و بزرگ وقتی که مثلا یک تعارفی باهاشون میکنید یا همین کلمه استاد رو به کار میبرین، همه میگن آقا نه ما استاد نیستیم و اینا، یا فروتنی نشون میدن، ولی در عمل انجام اجازه بدید که ما اینو عملم بکنیم، یعنی فقط ادعا نکنیم، حرف نزنیم، از این تعارف ها هرچی کم بکنیم و به قول قدیمی ها بر مبلغ بیفزاییم بهتره. و از همین جاهام اینو اصلاح، اینجوری بگم، رفتارها، گفتارها و کردارهای ما شروع میشه. من همچین ادعایی تو این زمینه ندارم که بتونم این تغییرها رو انجام بدم، ولی متاسفانه هی بدتر و بدتر میشه تو این قضایا و یه جایی باید دیگه این چیزها رو آدم عمل کنه. به هر حال ازتون ممنونم. خب شما بفرمایید اگر صحبتی هست، شما و دوستانی که هستین. ماشاءالله همه هم اسم مستعاری هن اینجا دوستان، من کاش یه اسم مستعار انتخاب میکردم. خیلی خوب، سپاس گذارم آقای دوایی. یکی از ویژگی های این اپلیکیشن ها این است که برخی اوقات آدم ها با اسم مستعار میان، چون با اینکه کاربری هاش متفاوت هست، آدم ها با نیت های مختلف میان. خانم رجا شما خوش آمدید، یه سلام علیکم به دوستان داشته باشید. سلام حال شما، سلام استراتی. ببخشید ما هفته پیش تست های تشخیص طیف سیاسی دادیم اکثرمون، و خب طبق معمول آدم اون چی که فکر میکنه دیگه، معمولا ایرانی ها چپ میافتن، خیلیمون چپ شد افتادیم، بعد اینا رو اسممون کردیم رفیق. اینا رو میشه هی عوض کرد، چون اسمو یه جور بازیه دیگه، وقتی آدم زیاد توی محیطی باشه میخواد تنوع ایجاد بکنه. اونایی که بیشتر چپ افتادن رفیق خودش بودن به عنوان شوخی، همین علتش. یه سوالی وسط از ریسم داشتم، اون جمله که گفتی چیز همانگیزتری داستان ایرانی، چه چیزی گفتی؟ تمولی یکی از داستان اقای دفنی به عبارتی روش، اگه بخوایم پرویز دوایی رو یکی از درمایه های محساسی کاراشو حتما آقای زرعتی توضیح بیشتر خواهند داد، نوستالژیا و نوستالژی هست. من راجع به نوستالژی قبلا گفتم، بار تکرار کنم، واژه اصالت یونانی داره و نوستوس به معنای بازگشت هست و الگوس به معنای جور درد، یه جور میل دردناک به بازگشت به خانه یا خاطرات کودکی، که من فکر میکنم هر دوی اینا در اثر دوای پررنگی و اون چیزی که گفتم اشاره بود به باق، نوستالژیک ترین قصه های تاریخ ادبیات فارسی ما هست. مجموعه باق نوستالژیک ترین گفتی؟ بله بله. من نمیم چرا دوزن همه غم انگیز ترین، چون فکر کنم یوز پلنگانی که با من دویدن خیلی میتونه به اون یوز پلنگانی که با من دویدن مال بیژن نجدیه. آره دیگه، بیشن نجدی. آره بله، هر قمانگیستر و
قلبی تر نمیدونم حالا چی تره متوجه نکردم. بار غم و نوستالژیه، نوستالژی چرا بعضش هم داره، بار غم خیلی عمیق‌تری داره کل داستان‌ها. خب در واقع کارای پرویز دوایی رو با داستان‌های بیژن دجدی به نظر من نمیشه مقایسه کرد، اصلا دوتا چیز کاملا متفاوت هست، هر کدومشون ارزش‌های خودش رو دارن البته، ولی نمیدونم حالا شاید هم بشه کرد این کار رو. میتونیم خودش همین موضوع یه مقاله باشه که دوستان علاقمند بشینن و بنویسن. بله خب جناب زراعتی، بپردازیم به اولین جایی که شما با پرویز دوایی آشنا شدید. من حدس میزنم دهه 50 باشه و کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. اگه قبل از اون هست بفرمایید. بله، دیدن آقای پرویز دوایی با اون قامت بلند و رشیدش در قد بلند و رفتار مؤدبانه و نجیبانش بگم براتون، بله در راهروهای ساختمان کانون پرورشی کودکان و جوانان بود، در خیابون جم که اون زمان من اونجا کار میکردم، در حد همین سلام علیک و اینها بود، چون آقای دوایی اون موقع مسئول برگزاری، یعنی چندی در کانون که بود اون چند ساله، مسئول برگزاری اون فستیوال فیلم‌های کودکان نوجوانان بود که در ماه آبان 10 روز تشکیل می‌شد. فستیوال خیلی خوبی هم بود، فیلم‌های مختلف که در مورد بچه‌ها بود از تمام دنیا و همچنین فیلم‌هایی که در ایران ساخته شده بود اونجا نمایش داده می‌شد. در واقع کار اداره و گردوندن این فستیوال با پرویز دوایی بود، با همکاری دوستان دیگه‌ای که بودند. من اون زمان اون سالها در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان در بخش آموزش فیلمسازیش کار میکردم، یعنی اول مربی بودن در کتابخونه ها. شاید برای دوستانی که جوان کم من اینجا توضیح بدم، بعد اگر میدونید که بگید که دیگه توضیح ندم. کانون پرورش فکری غیر از این که کتابخونه های مختلفی در تهران، شهرستان ها، حتی بعضی شهرهای کوچیک و کتابخونه های سیاری در مناطق عشایری داشت، یک کلاس های آموزشی هم داشت. حالا یک جلساتی داشت، مثلا کتابدارا رو آموزش داده بودن، برای بچه ها داستان میخوندن، شعر میخوندن، نه اینها، ولی چند بخش آموزشی بود. یک بخش آموزش نقاشی بود که بعد سفالکاری هم بهش اضافه شد، مسئولش و مدیرش دوست نقاش معروف و انسان خوبی هم بود، پرویز کلانتری بود که با هم کار میکردیم، بعدن هم در مرکز آموزش فیلمسازی ایشون مدیر شده بود. بعد قسمت آموزش تئاتر بود که یه آقای آمریکایی بود به اسم دان لافون اومده بود کار میکرد و بیژن مفید و اینا برای اون قسمت کار میکردن، که بعد هم آقای اردوان مفید که الان در آمریکا هستند، یکی از برادرای کوچیک بیژن مفید بود، مسئول بخش تئاتر شد که این بخش آموزش تئاتر در کتابخونه ها بود. دیگه خدمت شما یه بخش آموزش فیلمسازی بود که دوست آهنگسازمون اسفندیار منفردزاده اون رو مدیرش بود و دوستان دیگه‌ای، من حالا یادم بیاد میگم، ارسلان ساسانی که به نوعی حتی این ایده مال اون بود که از دنیا رفته متاسفانه، نهای شیبانی شاعر، فرهاد شیبانی دوست شاعریم که اونم مربی بود، کوروش افشارپناه بود، من بودم و دوستان دیگه که حالا بخوام اسم ببرم زیاد میشن، ما هم مربی های آموزش فیلمسازی بودیم. اینجوری بود، هر این یه بخش هم بود آموزش موسیقی بود، بله آموزش موسیقی هم شیدا قرچه‌داغی مدیرش بود، آهنگساز، بعد آقای تهرانی شد مدیرش و مثلا یکی از مربی های اون بخش موسیقی آقای علیزاده است که امروز یکی از آهنگسازهای بزرگ مملکت ماست و نوازندگان تار و آقای علی حسین علیزاده.
و به این ترتیب بود که در این کتابخونه‌های مختلف به خصوص از کتابخانه تهران شروع شد، بعد به شهرستان‌ها کشیده شد. هر روز هفته یکی از این کلاس‌ها بود که اونایی که علاقه من بودن میامدن استرویسی میکردن و اون مربی‌ها میرفتن اونجا و به این بچه‌ها یاد میدادن. آموزش فیلمسازی از این دوربینای اون زمان 8 میلیمتری بود که بهش گفتن سوپر 8، یک کاستایی داشت که 3 دقیقه 3 دقیقه و نیم میشد باهاش تصویر صامت گرفت که بعدم باید این فیلم ها رو میفرستادن آکفا یا کوداک، میرفت آلمان چاپ میشد تا برگرده که بعد اینها رو به اصطلاح با این دستگاه کوچیک موویلا ادیت بکنن و بعدم حالا میشد روشم صدا گذاشت. حالا اینا داستانش مفصل، یعنی این ریزکاری ها و جزئیات به قول امروزی ها حاشیه ها امیدوارم بر اصل نچربه. منظورم اینه که اینکه اشاره کردم مرکز آموزش فیلمسازی این بود، رشته های دیگه هم همین جور بود و کلی از کسانی که امروز در سینمای ایران، موسیقی ایران، تئاتر ایران و اینا هستن در واقع به نوعی دست پرورده ها و هنرجویان اون کلاس ها بودن. حالا من باز میگم بخوام اسم ببرم تمام وقت امروزمون رو میگیره، حالا میشه یه وقت دیگه ای صحبت کرد. من اونجا کار میکردم و بعد هم 3 تا کتابخونه بود میرفتم. بعد هم که اومدیم توی اون بخش آموزش فیلمسازی باز کار میکردم، کلاس های دوره دوم و اینها رو داشتیم. اونجا بود که من مثلا با عباس کیارستمی آشنا شدم، بعد در همون مرکز غیر از فیلمسازی عباس کیارستمی مسئول بخش فیلم های آموزشی بود، 2 تا فیلم آموزشی اونجا ساختم و بعد هم همکاری با عباس کیارستمی و دیگه دوستی با این دوستانی که اونجا بودن، همین که گفتم پرویز کلانتری، اسفندیار منفردزاده، عباس کیارستمی و آقای دوایی رو من اونجا دیدم. منتها اون زمان جز همین مثلا شرکت در جشنواره ها که می رفتیم، مثلا باز یهو من این یادم افتاده جز بدید بگم که یک نشریه هم آموزشی راجب آموزش های این کلاس آموزشی منتشر می کردیم، من سردبیرش بودم، مدیرش پرویز کلانتری بود و 5-6 شماره منتشر شد به اسم خط و ربط و این هر سال فیلمسازهایی رو هم دعوت می کردن. یک سال کارل زمان اون فیلمساز مشهوری که انیمیشن کار میکرد دعوت شد، یک سال هم ژاک تاتی بود و هر بار هم با همینا گفتگویی کردیم و اومدن فیلمای بچه‌ها رو دیدن و اینا توی اون نشریه منعکس میشد. از جمله کارهایی که در اون فستیوال میشد انتشار اون بروشورها و اون مشخصات فیلم‌ها و اون نشریه ها بود که اگر اون کسانی الان تو آرشیو داشته باشن یا نمیدونم دیجیتال شده یا نه، کیفیت فوق‌العاده‌ای داشت. اونجا بود که پرویز دوایی در واقع از توانایی‌هایی که داشت به خوبی استفاده می‌کرد در انتخاب فیلم‌ها، در دعوت از فیلمسازهایی که در جهان بودند و در واقع گرداندن و راه انداختن یک استیوال فیلمایی که چیزی کم نداشت از فستیوال جهانی فیلم تهران که اون هم باز هر سال سالهای دهه 50 برگزار میشد. الان که یادم میاد میبینم جز همین در حد سلام علیک و اینها چیزی نبود، حال اون که با دوستان دیگه بیشتر بودیم، مثلا با احمد رضا احمدی هم ما خوب همکار بودیم، بخش نوار و صفحه کانون رو را مینداخت و با سیروس تاهباز و میم آزاد و دوستان دیگه. شاید هم یکی از علتاش این بود که آقای دوایی زود مهاجرت کرد، رفت از ایران و دیگه ایرانیان از حضور فیزیکیش، حضور ظاهریش محروم موندند، حال اون که در تمام این سالها این از نظر فرهنگی و ادبی و حتی سینمایی در ایران حضور داشته، یعنی جزء کسایی بوده که تقریبا در بیشتر نشریه ها از جمله ماهنامه سینمایی فیلم
نقد می نوشته، مطلب می نوشته و به خصوص همین که شما اشاره کردی هر سال اید اون یادداشتایی که معروف شد به نوروزنامه، نه چی بود، یه چیز دیگه می گفتن بهاریه نویسی، بهاریه، بله بله، بهاریه های معروفش اونجا چاپ می شد، همیشه حضور داشت. منتها آشنایی میتونم بگم من با پرویز دوایی بر بیگرده به همون دهه 40، یعنی زمانی که آقای دوایی 16 سال از من بزرگتره، 1114 من 1130 به دنیا آمدم. در نتیجه اون زمانی که ایشون یک جوان خیلی، یعنی یک منتقد جا افتاده و مشهور بود، ماها مثلا محصل دبیرستان بودیم و خب با توجه به علاقه‌ای که به فیلم و سینما من داشتم، یکی از خوانندگان پرافاقورس نقدهای پرویز دوایی بود. اون زمان نشریه‌های سینمایی منتشر می‌شد، منتقدان دیگری هم بودند، نقد می‌نوشتن اینها، ولی پرویز دوایی چیزی که همیشه این تشخص رو داشت و همیشه این یک سری پرنسیپ ها رو با توجه به این تشخص خودش رعایت میکرد. حالا گاهی در نشریات یادداشتایی یا نقدایی یا ترجمه هایی میکرد یا کتاب هایی رو ترجمه میکرد، ولی یه مجله بود به اسم سپید و سیاه. مثل این به اصطلاح مجله های، نه مجله به اصطلاح خیلی سنگینی بود مثل رودکی و سخن و نگین و اینها، و نه به اصطلاح امروزی ها یک مجله زرد بود، بینابین بود، ولی باز مجله خوبی بود. این بود، امید ایران بود، روشنفکر بود، اینجور مجلات بودن که مطالب مختلفی داشتن. مثلا میگم هفته نامه هم بودن در میمدن، خیلی هم خواهان داشتن. در سپید و سیاه با در واقع علاقه و احترامی که دکتر بهزادی به پرویز دوایی داشت، اون صفحه آخر مجله صفحه خاص پرویز دوایی بود که هر بار یک نقد فیلم می نوشت. گاهی این نقد ها به خصوص وقتی می رسید به هیچکاک دیگه می شد سریال، یعنی با اون عشق و علاقه فراوونی که پرویز دوایی به هیچکاک از قدیم داشت، همجوری که شما گفتی فیلم سرگیجه رو حالا بهش می رسیم، یه خود بیشتر راجبش صحبت می کنیم. وقتی یه فیلمی از هیچکاک می اومد، وقتی یه نقدش در یک شماره نمی گنجید، در چند شماره ادامه پیدا می کرد. و اون وقت فیلم های دیگه مثلا دوایی که از مشوق های همین که گفتی شما، مسعود کیمیایی بود. در واقع مسعود کیمیایی که با همکاری اسفندیار منفردزاده اول اون فیلم ناموفق رو ساخت، با نقد و شاید مشورت های پرویز دوایی بود که اومد و مثلا قیصر رو ساخت، و بعد هم اون جریان های جدالی که بین طرفداران قیصر و مخالفان قیصر و اینها بود که داستانش مفصل، حتما دوستان علاقمند اینها رو دنبال کردن و میدونن. حالا اگه لازم شد منم بهش اشاره کنم. و همینجوری که گفتی واقعا اونجا اون موقع اینجوری بود، مجله سپید و سیاه رو هر کسی میخرید از چپ باز میکرد، یعنی هر کس، نه این که میگم هر کس، منظورم کسانی که علاقمند به سینما و اینها بودن، و یعنی مردم معمولی و خواننده معمولی بیشتر دنبال همون پاورقی ها و اینها بودن. اون زمان که هنوز این سریال های تلویزیونی و تلویزیون باب نشده بود و نبود، به جای سریال ها که هر هفته بشینن مردم نگاه کنن، حالا این روزا که شده هر روز، یک سری داستان‌های دنباله دار بود که بهش میگفتن پاورقی، و نویسندگانی از قدیم، از قدیم که میگم از همون دوران اوائل قرن خورشیدی، دوران رضا شاه و اینها، اینها می‌نوشتن در مطبوعات، در نشریات. معروف‌ترین حال جواد فاضل بود، امام اروانقی کرمانی بود، خیلی از این اسامی بود، میمندی نژاد بود، رمان‌های تاریخی بود، بیشتر هم چیزای عشقی و اینها بود، مشهورترینشون هم حسین قلی مستعان بود. و البته یکی دیگه از چهره‌های این نوپاورقی‌ها ذبیح‌الله منصوری بود، و خیلی‌ها این نشریات رو می‌گرفتن و این داستان‌های حالا تاریخی و حالا عشقی و
گاهی هم یک کمی اجتماعی اینها رو تو اونها دنبال می‌کردن. اونا خواننده های مجله ها بودن، ولی اهل سینما و اینها هم که سپید و سیاه رو می‌خوندن همین خیلی ها بیشتر به خاطر نقد پرویز دوایی بود. بعد مرحله و خیلی واقعا چیز ما که من سال 48 که رفتم دانشکده دراماتیک سینما بخونم، خب از قبلش از دیگران هم آموخته بودیم، از پرویز دوایی هم کلی چیز آموختیم. پرویز دوایی تو این زمینه وقتی مثلا کتاب، اگر بخوایم ما اسم ببریم، من نرسیدم متاسفانه برم، خب بیشتر کتاب‌های آقای دوایی رو محبت کرده، میفرستاد، امضا می‌کرد و خیلی‌هاش هم خودم از سال‌های پیش تهیه کرده بودم، در این قفس‌های کتاب خونه دارم من، ولی نرسیدم اینا رو پیدا کنم که به خود بیشتر در موردشون صحبت بکنیم. مثلا فیلمنامه همون فیلم مورد علاقه سرگیجه رو ترجمه کرد. ببخشید واسه حرفتون، این صفحه ویکی خوبی دارن اگه فقط میخواین اسما جلجشتون باشه که بله. آره یه صفحه، آره هم من ندیدم صفحه ویکیپدیا رو، بله میتونیم حالا اونجا رو ببینیم دارن. آره به نسبت بله. بسیار خوب، عرض کنم که اونایی که حالا به خاطرم برسه میگم، اگر جایی یادم رفت میشم اونجا مراجعه کنیم. شما هم که ماشاءالله ذهنتون از من خیلی بهتره، یادتون افتاد بگید. یک کتابی به فرانسوا تروفو داره که این به طنز و شوخی، من شنیدم اهل سینما حتی میگن این یه جوری کتاب مقدس سینماگرها و فیلمساز هاست. گفتگوی مفصلی هست که فرانسوا تروفو، یعنی در واقع جزء موج نوعی های سینما فرانسه است که اینا یه نوعی کشف میکنن فیلمسازهای آمریکایی رو در دهه 50 و معرفیشون میکنن، از جمله خیلی علاقه داشتند به هیچکاک. این یک گفتگوی مفصلی با هیچکاک داره راجع به تمام فیلمهاش. این کتاب مهم و معتبر رو که در قطع بزرگ هم در اومده، در اون سالها پرویز دوایی خیلی خوب ترجمه کرد. پرویز دوایی با تسلطی که به زبان انگلیسی و به خصوص، اینو من تأکید میکنم، به خصوص زبان فارسی داره، همه ترجمه هاش پاکیزه و زیبا و خوندنیه. بعد هم اون کتاب خود که به اصطلاح فیلم نامه سرگیجه، خاطرم هست که سالها بعد، یعنی چیزی حدود 15 سال پیش بود که، بله آره 16-17 سال پیش بود که یک کتاب دان آیلر که در مورد فیلم سرگیجه نوشته شده و دوست استاد و دوست عزیز من پرویز شفا اون رو ترجمه کرد و من ویرایش کردم، منتها یه سری کارهایی رو چون خیلی به من لطف داشت، از جمله این، خب من یک کمی در فارسی این کتاب سهم بیشتری داشتم. این کتاب دو اسمه در اومده. این کتاب رو نشر هرمس فکر میکنم سال 84 یا 85 منتشر کرد که یادم وقتی برای آقای دوایی فرستادم، در واقع این عشق هیچکاک بالا گرفت و کلی هم در مورد این کتاب صحبت کردیم، اون کتاب هم میشناختیشون. غیر از اون داستانها و رمانهایی که پرویز دوایی ترجمه کرده، از کارهای مثلا ساینس فیکشن، حالا به فارسی هم ترجمه شده، علمی تخیلی که در واقع باید همون گفتش که داستانهای علمی که ترجمه کرده، تا معرفی بعضی نویسندگان، از جمله اون نویسنده چکسلواکی، حالا اسمش یادم بیاد میگم، بله بله، یک رمان خیلی فوق العاده زیبایی، من نگاه پیدا نکردم این کتاب، بیشتر در موردش صحبت کنم. یا مثلا از ویکتوریا توکاروا یه چه کتاب داره، چتر ژاپنی ترجمه کرده، پرویز دوایی بچه ی هالیوود از رابرت پریش ترجمه کرده. ترجمه هاش زیادن و ترجمه های خیلی خوبی هم که همین اودیسه فضایی که بر اساسش کوبریک اون فیلم فوق‌العاده زیبا رو ساخت، داستانش رو آقای دوایی ترجمه کرده. بعد از اینکه پرویز دوایی به چکسلواکی در واقع مهاجرت کرد و هیچ وقتم دیگه بعد از اون بر نگشت ایران،
دلایلی ایشون برای خودش داشته و داره حتما، به خاطر اینکه این مهاجرت پیش از این مثلا سیل مهاجرتی که ایرانی ها آمدند و آمدیم متاسفانه مجبور شدیم به بیرون از ایران بیایم، این پیش از اون انجام شد. من یادم افتاد که یک بار عباس کیارستمی که هر بار سفری میکرد به اروپا یا به چکسلواکی میرفت، پرویز دوایی رو میدید و وقتی برمیگشت تعریف میکرد، ما میپرسیدیم خب چطور بود و چه خبر و اینها. هنوز این چیزای ایمیل رو نمیدونم این چیزها نبود که بشه خبر گرفت. قبل از انقلاب؟ بله، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. بعد از انقلاب هم هر موقعی که رسمی به فستیوالی جایی میرفت میومد، ما میپرسیدیم مثلا چه خبر از پرویز دوایی، میگفت دیدم و اینا. یه چیزی تعریف کرد خیلی بامزه بود، میگفتش که مثلا یهو پرویز دوایی میاد رادیو رو یه آن روشن میکنه، اینا مال بعد از انقلابه، یه لحظه مثلا رادیو ایران که روشن میکنه در حد دو سه تا کلمه از خاموشش میکنه، میگه نه اینا هنوز هستن. از شوخی های پرویز دوایی بود و موندگار شد اونجا. منتها گفتم یه بار در مکاتباتی که با آقای دوایی داشتیم و بعدم در مکالمات تلفنی، من به شوخی بهش گفتم که شما دیگه کم کم اگر جسارت نباشه به صورت یکی از آثار تاریخی پراگ در اومدید. یعنی هر ایرانی که یک سفری به پراگ میکنه یا میاد اروپا و از چک سر در میاره، باید حتما بیاد به دیدن شما و با لطف و محبت و مهربونی که پرویز دوایی به هموطنان و همزبانانش داشته و داره، همه این دوستان رو میبینه و باشون میشینه و صحبت میکنه. متاسفانه این سعادت نصیب من که این همه به این دوست نازنین و انسان نیک و شریف علاقه و ارادت دارم، این سعادت دست نداد. یعنی که نمیدونم چطور شد که من هیچ وقت نرفتم اون طرفا که ایشون رو ببینم و بنشینیم و بگیم و بشنویم. و با اینکه یکی دو بار هم سعی کردیم و خواهش کردیم که دعوت کنیم و میزبان آقای دوایی باشیم در شهرمون گوتنبرگ سوئد، نشد. حالا این رو میگم، وقتی من شروع کردم به این کتاب های مثلا گویا و اینها، با یکی از دوستان یه تعدادی کار تولید کردیم ما اینجا به صورت اون موقع سی دی. بعد من از جمله بعضی دوستان نویسنده و شاعر و اینا که می اومدن اینجا، مشخصا حالا یادم میاد مثلا محمد علی سپانلو، منوچهر آتشی، نسیم خاکسار یا دوستان دیگه ای که می اومدن، یکی از این دوستان ما اینجا دوست بسیار نازنین و خوبیه، یک استودیو داشت و ما این دوستان نویسنده و شاعر رو می بردیم اونجا، در حد توان یکی چند تا شعر یا چند تا داستان کوتاه چیزی رو اونجا ضبط میکردیم. مثلا یادمه وقتی مصطفی اسلامی دوستمون اومد، یک بخش از اون رمان مهتابی و ملکوتش رو با صدای خودش ضبط کردیم، یه بخش رو دیگه شون من و دیگران خوندیم که اینا به صورت کتاب گویا هست در یوتیوب و اینا. در تماس هایی که داشتیم با آقای دوایی خواهش کردیم که اگه میشه یعنی من اول اینجوری چیز کردم که شما اگر بخواین یه منتخبی آقای دوایی از داستانهاتون بدین کدوم هست. در یکی از نامه هایی که نوشت یه حدود فکر کنم نزدیک 10 داستان کوتاهش رو اسم برد. خب اینا داستانهای کوتاهیه که مورد علاقه من هست. بعد گفتم اگر میشد شما بیایید اینجا و ما بریم هم شما رو ببینیم و هم در خدمتتون باشیم و بریم استودیو و این داستان‌ها رو با صدای خودتون ضبط بکنیم، خیلی خوب میشه. که آقای دوایی دو تا دلیل آورد. یکی چی بود که میگفت دیگه سفر کردن برام دشواره و الان من میفهمم که اون موقع حدودا همسن الان من بود که میفهمم که درست گفته، یعنی آدم سنش که میره بالا دیگه دلش میخواد همون تو خونه خودش باشه. دومش یک دلیلی آورد که دیگه هیچی من نمیتونستم بگم. گفت من وقتی این داستانهای خودم رو میخونم
چنان دچار احساسات میشم که بغض گلومو میگیره و نمیتونم ادامه. و بعد هم لطف کرد و گفتش که شما خودت همونجوری که میخونی اینها رو هم بخون، که من یکی از این کتابهای ایشون رو خوندم، به صورت صوتی در اینترنت هست و حالا این برنامه امروز باعث شد که یادم بیفته که این کوتاهی رو جبران بکنم و اون داستانهای منتخب خود نویسنده رو مال پرویز دوایی رو حتما در اولین فرصت بخونم. در طول این آقای زهدی با اجازه من یه دلیل سوم هم بگم بهتون، که شما برید پیششون، اگر پراگ نرفتین حتما برید این برنامه رو بذارید. بله بله اینو همه میگن. من از نظر شخصیه ولی به نظر من قشنگترین شهر اروپایی بود. بله هست. یعنی واقعا خوبه، حتما این فرصت رو از دست ندید. امیدوارم به فراهم بشه بریم که دیدار هم بکنیم با آقای دوایی و دیدن اون شهر هم بله میگن که دیدنی. بله عرض کنم در این سالها به خصوص در این 21-22 سال گذشته که در کنار همین این کتاب فروشی که من را انداختم و دیگه در حال جمع و جور کردنش هستیم، یک بخش مثلا انتشار کتاب هم ما داشتیم، یه سری کتاب هایی رو منتشر می کردیم. حالا قبلش که به خصوص مثلا هر کتابی از من که در ایران منتشر می شد، خب طبیعتا من می فرستادم برای آقای دوایی و با هم مکاتبه داشتیم. تا چند سال پیشم آقای دوایی هیچ عنایتی به اینترنت نداشت، یعنی اینکه ایمیل و اینا نداشت. کم کم به کمک یکی از دوستانش ایمیلی را افتاد و حالا خوشبختانه میشه با از طریق اینترنت ایمیل زد و اینا. ولی خیلی عجیب برای من این هست که اون زمانی که اینترنت نبود و ما نامه می نوشتیم برای هم دیگه، تو پاکت ببر پستخونه تمر بزن بفرست، بیشتر ارتباط داشتیم تا الان که خیلی ساده تر شده. شاید علتش اینه که یه خود ما این کارامون رو تعطیل کردیم، کتابی در نمیاریم یا کمتر در نمیاریم، یا اگر کاری من انجام میدم بیشتر همین حالت مثلا ارائه در فضای مجازی داره که دیگه نیازی به ارسالش نیست. هر کدوم این کارا که در اومد من میفرستادم و مثل همیشه هم آقای دوایی لطف میکرد میخوند و بعد هم با اون نثر زیبا و با اون مهربانی خاص خودش در مورد اونها مینوشت. من حالا یکی دو سه تا مورد در این زمینه براتون میگم، بعد یادم باشه که بگم. و هم کتاب ها رو میفرستادیم و همیشه خب ایشون هم باز لطف میکرد کتابایی که داشت میفرستاد و این به اصطلاح ارتباط مکاتبه‌ای بود به اضافه تلفن، ارتباط تلفنی که داشتیم. و خب متاسفانه نشد که ایشون بیاد اینجا و خب اونجورم که میگفت خودش نمیتونست بخونه. ولی بهتر واقعا همیشه من فکر کردم که هر کاری رو شعر، شعر، داستان، به خصوص شعر رو که با صدای خود شاعر یا نویسنده ضبط بشه خیلی بهتره، چون خیلی بهتر میتونه بخونه تا دیگری. من هر چی سعی بکنم که مثلا یک شعری رو یا یک داستانی رو بخونم و درست بخونم و تلاش بکنم مثل خود اون نویسنده یا شاعر حتما نمیتونم. ولی خب بعضی از دوستان هستن که نمیخونن به هر دلیلی. آقای دوایی هم دلیلش یک دلیل احساسی بود که میگفت. اینجا من یه اندکی اون اشارهی که شما کردید و بگم دوست عزیز در مورد نوستالژیک بودن این داستان ها. خب ببین کارهای آقای دوایی رو من میتونم اینجوری بگم که پرویز دوایی یک داستان بیشتر نداره، یعنی تمام چیزهایی که پرویز دوایی نوشته، چه داستانهای کوتاه، چه همین بهاریه ها، چه داستانهای بلند، همون کتابی که در مورد فیلم و سینما با اینا هست که منم خوندم، تمام اینا در واقع یه داستانه و اون داستان کودکی
پرویز دوایی هست در دهه کودکی و نوجوانی پرویز دوایی هست در دهه 30 و 40 و تهران اون زمان، یعنی در با خوندن داستانهای پرویز دوایی تهران اون سالها رو میشه قشنگ دید و حس و حالهای یک کودکی که عاشق فیلم، یک کودکی که در واقع به قول علی حاتمی عاشقیت رو پیشه میکنه و همه اینه، فقط همین، و باز دوستی ها و رفاقت های اون دوران کودکی و نوجوانی. منتها این هم به قول حافظ از هر زبان که میشنوم نامکرر است، یعنی حالا اینجا هر زبان نه، از هر بار نامکرر، یعنی این داستان تکراری رو پرویز دوایی اونقدر با جزئیات و اونقدر زیبا و ظریف و شاعرانه روایت و بیان میکنه که این یک داستان به تعبیر من یا به نظر من هر بار انگار که شما یک کار جدید میخونین، اینقدر این مثلا هم بیان روایت زیباست و قدرت در واقع نگارش آقای دوایی در این داستان ها و نوشته هاش هست. همیشه هم میشه خوند و از اینها لذت برد، همچنان که لذت میبرن و با کمک، حالا بگیم کمک یا بگیم با علاقه دوستان ایران، دوستان هم نصر و هم عصر پرویز دوایی و همچنین بعدن دوستانی که هم نصر من هستن، مثلا به خصوص هوشنگ گلمکانی که این همه ساله که 40 سال فکر کنم یواش یواش داره میشه یا شده این ماهنامه فیلم رو منتشر میکنه و ارادت خاصی به پرویز دوایی داره، همیشه کارهای پرویز دوایی در ایران منتشر میشده و منتشر میشه همچنان و همچنین در نشریات دیگه هم در میاد، ناشرها هم با شوق و ذوق کتابهاشو در میارن و بعد حتی من دیدم که نامه های پرویز دوایی هم باز مجموعه های خوندنیه. اتفاقا وقتی من دیدم که یکی دوتا از این کتاب های نامه های آقای دوایی در ایران منتشر شد، یک دو تاشو محبت کرد فرستاد و خوندم، دیدم که و بعد در میون کاغذام نامه های ایشون رو پیدا کردم، دیدم که این مجموعه نامه هایی که در طول این سالها با هم رد و بدل کردیم، نامه های آقای دوایی نوعی انگار کارنامه حداقل من هست، یعنی هر کتابی که من حالا یا نوشتم یا در ترجمه کردم یا کمک کردم در انتشارش یا جزء انتشارات این خانه هنر ادبیات بوده و ما منتشر کردیم، که من یکی هر بار یا فیلمی بوده یا مثلا حتی یه فیلمی بود راجع به فلسطین و محمود درویش که ما زیرنویس براش گذاشتیم، تو را یادش بخیر دوستمون تو را به حق‌شناس ترجمه کرده بود و فرستادیم برای آقای دوایی، در مورد همه اینا تک تک با علاقه می نوشت و نقد و تحلیل می کرد. منتها اینقدر این انسان نیکبینه، می گردم دنبالی که یه کلمه درستی رو بگم، و اینقدر همیشه دلش میخواد که تشویق کنه کارهای خوب رو یا کسی که کاری میکنه، همیشه این نقدها و اینها مثبت بود. من دیدم که خب حتی این نامه ها رو هم که اکثرا شاید مثلا یه نامه یکی دو صفحه‌ای یه خط یا دو خطش خصوصی باشه، بقیهش همین چیزا بود، همین نوشتن راجع به سینما بود، چه فیلمی دیدیم، یا این کتابی که فرستادی این چیزا رو داره یا این چیزا هست یا من نوشتم یا ایشون نوشته. و دیدم خود این نامه ها هم اگر من یه زمانی فرصت کنم و همت کنم، حالا گذشته از اون چیزای خصوصیش، منتشر کنم، یه نوعی مجموعه نقد و نظر هست
در مورد اون کارهایی که ما اینجا انجام دادیم با دوستانمون و فرستادیم و آقای دوایی هم لطف کرده وقت گذاشته خونده. یعنی به شما بگم بدون اغراق اینو میگم هیچ چیزی، حالا چه کوتاه چه بلند، چه فیلم چه سیدی شنیدنی چه کتاب که من برای ایشون میفرستادم، ایشون نشنیده و ندیده و نخونده نمیگذاشت. یعنی و بعدم نه اینکه مثلا حالا حواله به یک چند ماه بکنه، خیلی سریع اینها رو میخوند و بعد هم نظرش رو مینوشت. من خاطرم است که یک کتابی رو اینجا منتشر کردیم ما از محمود درویش، یک مجموعه شعرهایی بود که دوست از دنیا رفتمون یادش بخیر تراب حق شناس از زبان عربی و مقابله با ترجمه فرانسه از محمود درویش منتشر کرد و یعنی ترجمه کرد. من تا اون حدی که از دستم برمی اومد این شعرهای زیبای محمود درویش رو ویرایش کردم و این کتاب رو عنوانش هست در محاصره. چاپ اولش رو اینجا ما منتشر کردیم و بعد من یادم یه نسخه فرستادم برای آقای دوایی و یک مثلا نامه‌ای که اومد خیلی خوشش اومد بود از این کتاب و شعرها و ترجمه، به خصوص که اولا ایجاد دوستی و ارتباط رو انجام دادیم با آقای تراب حق‌شناس که اونم همینجور باز کاراشو برای آقای دوایی میفرستاد و همیشه اون ازش متشکر بود. و بعد وقتی که این مثلا نامه ها می اومد، این نظرها می اومد، من یادم از همین چیز شروع کردم در محاصره تلفنی، حالا گفتم یا نوشتم یادم نیست، که آقای دوایی اگر اجازه بدیم من این بخشی رو که در مورد این کتاب و شعرهای محمود درویش شما نوشتی من اینو جدا کنم و در یکی از این سایت ها یا در اینترنت و اینها منتشر کنم. که اول با اون فروتنی خاصش میگفتش که نه اینا رو من همینجوری برای خودت نوشتم و اینا برای من انتشار نیست و اینها و خیلی چیز نیست، که بعد من دلیلش رو وقتی گفتم موافقت کردشون و بعد از اونم باز این کار رو من در مورد کارها و کتابهای دیگم که ایشون میفرستادیم میدید و میخوند و مینوشت اینها من میکردم با اجازه خودش البته، یعنی حتما اون مطلبی که در میاردم نشونش میدادم ببینه. و جالب بود که اون وقت چقدر این تأثیر میذاشت. براتون یه مثال بزنم، این کتاب محمود درویش در محاصره که در اومد، همینجا تو پرانتز توصیه میکنم حتما این کتاب رو که در اینترنت هم هست این شعرها رو بخونید. البته دیدم که در ایرانم گویا یک کسی دیگه شعرهای در محاصره رو ترجمه کرده چاپ شده، برای خیلی خوندنی و زیباست شعرهای محمود درویش. من قبل از اینکه این کتاب رو برای آقای دوایی بفرستم یه سری دوستانی که در این شهر هستن و اینها این کتاب رو براشون فرستادم یا دادم بهشون. بعد که کتاب فرستادم آقای دوایی اون نامه رو نوشت و من اون مقداری جملات یا اون بخشی صفحه دو صفحه‌ای که در مورد محمود درویش و شعرهاش نوشته بود توی یکی این سایت ها گذاشتم، یادم نیست مثلا اخبار روز بود کجا بود، بعد دیدم یکی از دوستان ساکن این شهر تلفن زد و مشتاقانه که آقا من دنبال اون کتابی هستم که پرویز دوایی معرفی کرده. یه وقتی بهش گفتم آقا من این کتاب رو به شما دادم، منتها شما اینو حتی ورق نزدی بخونی، ولی حالا وقتی که پرویز دوایی این رو معرفی کرده و تعریف کرده میخونی. همین داستان رو من برای آقای دوایی تعریف کردم و گفتم ببین چقدر تأثیر داره نام شما و سلیقه شما و انتخاب شما که و لطفی که دیگران به شما دارن و به من مثلا ندارن، حالا دلیلم داره ندارن خاطر اینکه کاری من اونجوری نکردم و دوست داشتنی نیستم مثل پرویز دوایی که دیگران حرف منو گوش کنن. و این هم یکی از اون به اصطلاح میشه گفت همکاری هایی که با آقای دوایی داشتیم.
همینطور که گفتیم تأثیر دوایی در سینمای به اصطلاح همین موج نوع سینمای ایران از همون سالها همیشه در مورد پرویز، در مورد مسعود کیمیایی و فیلمسازان دیگه. فیلم لباسی برای عروسی که فیلم نامش از رو یا داستانی رو که کیارستمی بر اساس اون فیلم ساخته از پرویز دوایی است، یکی از زیباترین فیلم های عباس کیارستمیه که متاسفانه به خاطر موضوعش که یه نوعی یک بخشیش عشق عاشقی دوتا یک پسر کارگر با یه دختر کارگر هست که هیچ اتفاق خطرناکی هم که پایه های اسلام عزیز رو بلرزونه نیست در اون، ولی خب به خاطر همین که این عمل انگار که حرام هست این فیلم اصلا در این سالها مطرح نشده، حتی تو اون بعد از مرگ کیارستمی اون مجموعه که کانون پرورش در پرورش فکری در آورد این فیلم درش نبود، یعنی این فیلم رو نذاشتن. لباسی برای عروسی نمیدونم در اینترنت هست یا نه، حالا اگر پیدا کنید فیلم فوق العاده زیبا و قشنگ. خب من یه مقدار راجع به فرم روایتی دوایی صحبت کنم تا بعد ادامه همین بحث با شما داشته باشیم. فیلم نام نویس مترجم مشهور ما آقای جمشید ارجمند میگه که دوایی شاعری است که در قالب نثر شعر میگوید، یعنی خیلی راجبشون معروفه که نثر آهنگینی دارن و استاد تصویرسازی هستند. یعنی شما داستانهای کوتاهیشون رو که بخونید، و البته یه نکته من قبل از این برگردم، قبل از داستانهای کوتاه، آقای زرعتی اشاره داشتیم که با مترجمی مواجه هستیم که وقتی سینما به روایت هیچکاک فرانسوا تروفو رو ترجمه میکنه، سینما به روایت هاوارد هاکس جوزف مکباید رو ترجمه میکنه و داستانهایی که از به هومیل رابال و بچه هالیوود و ساحره سرگردان اینها، رنگ و بوی ترجمه نداره کارش. انگار این آدم علاوه بر زبان مبدا به زبان مقصد هم حساب مسلطه. این بر من خیلی جالب بود وقتی پیگیری کردم، به اینجا رسیدم که ایشون شاگرد سید صادق گوهرین بوده، استاد ادبیات و زبان فارسی که فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی خیلی از ایشون معروفه، همچنین بهرام گوری. فارسی این آدم خیلی درجه یکه و شاید اصلا عمده جذابیت کار ترجمهش هم اینه که، و نکته ای که هست وقتی رمان های داستان های کوتاه آقای دوایی میکنیم، هیچ چیزی بهتر از این تهران قدیم رو برای ما توصیف نمی کنه. یعنی فضا سازی ها دقیق، بعد رنگ و بوی این تهران الان نداره ها، خبری از این برج ها و ساختمان های بلند و اتوبان ها و این آلودگی هوا نیست، پر از کوچه باغه. تا دلتون بخواد در روایت های آقای دوایی توصیف کوچه باغ هایی که حالا اثری ازشون نیست کم مونده، جوی های روان، انقدر شما درخت چنار میبینید، انقدر دارم میگم میبینید، واقعا میبینید ها، نمیگم میخونید، گل های روز، پیچک هایی که دیوارا بیرون اومده، کوچه و خیابون هایی که اطراگینه، پیاده روهایی که اصلا آدم کیف میکنه میگه اینجا کجاست، من برم دوباره ببینم. و خب اینا همه دقیقا و اینا برمیگرده به اون خاطرات دوران کودکی نوجوانیشی. میگه راجب فرمش اشاره کردین شما که فرم نامه استفاده میکنه، از فرم قطعه قطعه واره استفاده میکنه، به شدت هم مدرنه. یعنی کاری که حالا قبلا میشه با یه رمان بلند کرد، این میاد خوردش میکنه، حتی ایده هاش که البته ایده های خاطره وار هست به شکل منصور در میاره و جستار نویسی گاهی حتی میکنه، تو نقداش هم این هست و ساختن مدام جزئیات، یعنی تکه تکه من نمیدونم مثلا چه حافظه درخشان این آدم داره، یاد مارسل پروست میندازه جناب زرعتی، این جزئیات سازیش که و دقیقا هم شبیه پروست، جزئیات سازی در پی یادآوری جهان از دست رفته. یعنی به عبارتی دوایی آدمی نیست که خیلی اهل زمان حال و زمان آینده باشه بخواد
توصیف زمان، حتی فلاش بک هم نمی‌کنه، انگار زمان حالی براش وجود نداره و اون گذشته رو می‌خواد یه جوری اعاده کنه، براش خیلی مهمه. و روایت بین خود و گذشته، مرور جزئیات برای زنده کردن اون، حالا من تعبیر والتر بنیامین رو کار میارم، رستاخیز و رستگاری گذشته به شکل خیلی زیبای شناسانه. راجب فرم ادبی چه ترجمه های ایشون، چه داستان های کوتاه ایشون، زبان فارسی خاص پردیس دبایی بیشتر برای ما صحبت کنید. بله ببینید، این که در مورد ترجمه ها گفتید کاملا درسته و اصلا بگم ترجمه باید اینجوری باشه. شما بگذارید از این ترجمه های همینجوری به اصطلاح تحد و لفظی تازگی ها که باید بگیم گوگلی اصلا دیگه، و بعد این آوردن لفظ به لفظ ترجمه کردن و اون اشکال اون زبان چیز به اصطلاح مبدا رو آوردن و به اجبار اینجا گذاشتن و پر از غلط و غلوط که خیلی هم لطمه میزنه به زبان فارسی و تا حالا زده. از این بگذریم، همه مترجم های خوب رو شما نگاه بکنید، از محمد قاضی گرفته تا ابراهیم یونسی، نجف دریابندری، ابوالحسن نجفی، همه اینها، پرویز دوایی، اینها که خب اینو مطمئن بوده و میدونسته، اینه که شما با وقتی که یک کاری رو ترجمه میکنید، حالا اینی که میگم یه مقدارم به خاطر تجربه‌ای که من داشتم خودم، اینجور هست که اگر اون نویسنده که حالا چک هست، آمریکایی هست، فرانسوی هست، هر کی، زبان فارسی رو میدونست و میخواست اون نوشته خودش رو به اون زبان بنویسه، چگونه بنویسه؟ یعنی کار ترجمه باید اینجوری باشه، یعنی کاری که پرویز دوایی میکنه چیز غریبی نیست. این منتها چون دیگران کارهای دیگه میکنن، دیگران در واقع این خطا رو مرتکب میشن و خرابکاری میکنن در زبان فارسی، این یه خود عجیب برسه. در ترجمه های پرویز دوایی همه همینطوره، یعنی در واقع یک نوعی بازآفرینی در زبان فارسی، یعنی در درجه اول درک اون در زبان اصلی، قول شما زبان مبدا، و انتقالش و آفرینش دوبارش در زبان مقصد، در زبان فارسی. و این جمشید ارجمندم یادش بخیر از منتقدان قدیم بود و از دوستان پرویز دوایی، کاملا درست گفته. خیلی از نوشته ها، داستان های پرویز دوایی انگار شعره، شعری که به نثر نوشته شده، شعر منصور با سه سه نقطه، و این رو از اونجا میشه چیز کرد که علاقه فراوانی که پرویز دوایی به شعر داره. یعنی میگم در مورد، اگر من داشتم اون یاد داشتی که در مورد در محاصره شعرهای محمود درویش نوشته آقای دوایی، میبینی که این نشون دهنده اون علاقهش هست و همینجور در نوشته هاش که میاره. اون چیزی که یه خورده اینی که دارم میگم، خود منم یه موقعی در با دوستانمون همین چیزها رو داشتیم، این مشکلات رو، این وسوسه ها رو، که حالا بیایم بپردازیم و بخوایم فرمی یک داستانی رو در یک فرم خاصی بیاریم و اینها، کارهای پرویز دوایی فرم خودش رو داره، اگرچه این فرم ممکنه که با اون فرم رایج داستان کوتاه، اصطلاح شورت استوری، چیز نباشه، هماهنگی نداشته باشه، ولی همین فرم که گاهی همجور که اشاره کردی شما، فرم نامه است، یعنی یه کسی که به یه دوستی نامه می نویسه و در اون نامه در واقع گذشته رو داره یادآوری میکنه، فرم با به اصطلاح واگوی کردن با خود هست و یادآوری به بیشتر همون تداعی معانی، یعنی یه چیزی رو میبینه، مثلا فرض کنید در یه کشور دیگه، کشور محل اقامت امروز پرویز دوایی، در یک شهری پراگ، توی زمانی مثلا حالا یا پاییز یا تابستون یا زمستان یا بهار، به خصوص بهار که یکی از فصلهای مورد علاقه این نویسنده است، چیزی رو میبینه و بعد این براش تداعی میکنه چیزی رو در 50 سال 60 سال
پیش و میبره اینو به تهران دهه 30 و اوایل دهه 40 و اینها، که همه اینها که باز به چنارها یا اصلا اون تعبیر کوچه درختی، این شاید برای امروزی های خورده عجیب باشه، به خیابون درختی، به خاطر اینکه دیگه به اون معنا خیابون درختی وجود داره. اصلا یک خیابون در تهران هست طرف های پیچ شمرون و اینا که اسمش اصلا اون موقع بود درختی، اسم این خیابون بود خیابون درختی، و به خیابون هایی که دو طرفش درخت داشت و معمولا وقتی یه محله رو می ساختن و خونه هایی رو می ساختن، خیابون کشی که می کردن، یه جوی آب بود و در کنارش هم درخت هایی می کاشتن، مثل درخت های مشخصا درخت های چناری که وقتی خیابون پهلوی رو دوره رضا شاه ساختن، اون چندین هزار چنار رو کاشتن که هنوز هم تعدادش باقی مونده. اون علاقه ای که در واقع اون بچه دور افتاده از طبیعت اون زمان و در تهران بزرگ شده به طبیعت داشته، این عشق و علاقه که حالا میتونه این طبیعت فرض کن اون باقی باشه که در دوران کودکی میرفتن به اون فامیل های متمول در شمرون سر می زدن، یا جاهایی که برای درس خوندن خارج از شهر می رفتن، یا همین درخت ها و گل ها و گیاه ها و... یعنی اون عطر و رنگ و تمام اینها در این داستان ها احساس می شه، و از همه اینها مهمتر یک عشق، نمی شه گفت رومانتیک، نمی شه گفت یه عشق خاص، عشقی که هیچ چیز به اون شکل جسمانی جنسی درش نیست و اکثرا هم با فراق و نرسیدن و اینها همراهه، ولی خیلی زیباست و خیلی شیرینه به این تعبیر. بله، این است که داستانهای زیبای آقای پرویز دوایی رو میشه خوند. امیدوارم که سالهای سال همچنان زنده و برقرار باشه آقای دوایی و بنویسه و ترجمه کنه، اگرچه خب به هر حال سن وقتی میره بالا، آدم در سنهای بالا یه اون توانایی جسمی رو نداره که در سنهای پایین. امیدواریم که همیشه تندرست باشه. و باز من تاکید میکنم که این گفتگوی امروزمون یه مقدمه باشه برای یه زمانی که بتونیم به کمک دوستان دیگه از پس این کار بر بیایم، یعنی واقعا در معرفی پرویز دوایی و آثارش بیشتر و بهتر و همه جانبه تر بگیم و به نوعی قدردانی و سپاس خودمونو از این انسان هنرمند، این نویسنده خوب. این که اشاره کردید یه زمانی شاگرده گوهرین بوده، به شما بگم که من اینو نمیدونستم، الان که گفتی چیز کردم. سید صادق گوهرین با اینکه آدم اونجوری مشهوری نیست، ولی از دوستان نزدیک صادق هدایت بوده، بسیار در ادبیات قدیم و به خصوص در بخش عرفانی، همون کتابش اصطلاحات عرفان، کتاب فوق‌العاده با ارزش و یه نظیری. و یادم افتاد که آقای مصطفی فرزانه، همون کسی که پارسال پیرسال متاسفانه ایشون هم درگذشت، دوستان نزدیک صادق هدایت بود، وقتی جوان بود با صادق هدایت آشنا شد و اون کتاب فوق‌العاده عالی راجب صادق هدایت رو اگر نخوندین حتما بخونید، ایشون نوشته، داستان نویس، مترجم و فیلمساز بود. اون تعریف میکنه، میگه من در دبیرستان معلمی داشتیم به همین صادق گوهرین، و البته آیه فرزانه از دوایی بزرگتره، ولی خب پیدا بود که بعدن صادق گوهرین در دبیرستان که درس میداد تا دوره تحصیل دوایی رو ادامه داد، و صادق گوهرین در واقع معرف مصطفی فرزانه، فریدون مصطفی فرزانه، همیشه امضا میکنن نیمف فرزانه، مصطفی فریدون فرزانه به صادق هدایت بود که اینا رو همه رو تو اون کتاب نوشته. و
این تأثیر یک معلم رو من کاملا متوجه میشم. یعنی یادم میفته که در دبیرستان 15 بهمن سال 1342 43 کلاس هفتم من بودم، ما یه معلمی داشتیم، معلم انشای ما بود عباس حکیم، دکتر عباس حکیم که شاعر و نویسنده بود. یه کتابش رو من خوندم، در اینترنت هست، درز، یه داستان نسبتاً یه داستان کوتاهیه که یه خورده بلندتر از داستان کوتاهه، تو یوتیوب و تلگرام میتونید پیدا کنید. عباس حکیم سر کلاس انشا به ما میگفتش که برید داستان کوتاه بنویسید و ما یه داستان مینوشتیم از این ور اونور با بیارید و میخوندی و نویسنده ها رو معرفی میکرد. تأثیری که عباس حکیم، من خودم از خودم دارم میگم، در همون یک سال و سال بعدش معلم دیگه داشتیم، ایرج ملکی، که اون هم ترجمه میکرد و مترجم بوده، روی شخص من گذاشت در زمینه ادبیات خیلی. این است که من کاملا درک میکنم، همچنان که بعدن مثلا معلمای دیگه که در دانشکده من داشتم، دکتر محمد جعفر محجوب، ذبیح الله صفا که ادبیات درس میدادن، اون محجوب ادبیات عامیانه، خیلی تأثیر داشت. اینه که کاملا میپذیرم من که شاگرد سید صادق گوهرین بودن پرویز دوایی میتونه یکی از دلایل این باشه که فارسی رو به این خوبی یاد گرفته و فارسی رو به این خوبی مینویسه. ولی یکی دیگه از دلایلش اون تداوم مطالعه هست و خوندن و آموختن و این رو رها نکردن. من خیلی از دوستان رو در این سالهای گذشته شاهد بودم که بعد از اینکه شروع کردن به اصطلاح نویسندگی و نوشتن و اینها، دیگه فکر می‌کردن لازم نیست بخونن و حالا همه عالم و آدم باید بیان و اون چی که من می‌نویسم بخونن. در نتیجه دیگه کتابی رو نمیخوندن، داستانی رو نمیخوندن، به اون شکلی که در نوجوانی و جوانی مطالعه میکردن مطالعه نمیکنن. پرویز دوایی از این گروه دسته نیست. پرویز دوایی همونجوری که گفتم همه چیز میخونه و با دقت هم میخونه، با علاقه هم میخونه و بعد هم به خاطر اینکه عاری از صفت ناپسند بخل هست، بخل و حسد خیلی از اون چیزهای خیلی بدیه که واقعا بعضیا دوچارش میشن و بد آب حالشون، در این که بیاد و تعریف بکنه و کشف بکنه، اولا کشف میکنه خیلی ها رو، من خیلی ها رو دیدم، خیلی نویسندگان و شاعران جوان رو در واقع با معرفیشون انگار که کشف میکنه و به دیگران میشناسونه و لذت خودش رو با این کار دو برابر میکنه. بله، خیلی ممنون. چه من خودم دو تا سوال برام پیش اومد، یکم البته شاید به آقای دوایی بیرفته. یکی این که به نظر شما میشه برای لغت نوستالژی تاسیانو استفاده کرد؟ آره میشه استفاده کرد. تاسیانه چیز رو میگید دیگه، گیلکی رو میگید. بله بله بله، میشه استفاده کرد، منتها معادلای زیادی گذاشتن. مثلا من یادم قدیما مثلا میگفتن غم غربت، بعد نمیدونم اینا، ولی انقدر اونجوری که باید و شاید رسا نیست. دلیلش هم حالا برای شما بگم. ببینید وقتی یک کلمه فرنگی میاد، اگر معادل فارسی یا معادلهای فارسی که براش میسازن بیان کننده معنای واقعی اون کلمه باشه، شما مطمئن باشید که جا میفته و این تجربه نشون داده که جا افتاده اینجور کلمه ها و بعد هم همه ازش استفاده کنن. این نوستالژی از این کلمه هاییه که حالا شما میگین تاسیان، قدیم هم گفتن غم غربت، نمیدونم چیزهای دیگه، حالا الان یادم نمیاد، ولی هیچ کدوم کامل چون نمیتونه بیان بکنه. شما میبینید که الان هم که ما داریم حرف میزنیم باز میگیم نوستالژی، یا کلمه نوستالژی و نوستالژیک و اینها تو زبان فارسی داره. به نظر من
ایرادی نداره. یعنی چه بهتر که ما بتونیم به جای یک کلمه فرنگی یک کلمه فارسی بذاریم. ولی وقتی نمیشه به نظر من تعصب نباید به خرج داد که آه این واژه بیگانه از این فارسی سراها هستن دیگه، دیدید دیگه که باز همچنان دارن اون تجربه ناموفق بزرگانی مثل احمد کسروی و دیگران و دیگران رو که سالهای پیش این کارو کردن و دیدن نتیجه نداد هی دارن تکرار میکنن. یعنی اصرار رو این که ما بیایم زبان پارسی رو از واژه‌های بیگانه پاک بکنیم. به یکی از دوستان که از زبان پاک صحبت میکرد من گفتم که یکی از چیزایی که دو تا چیز که پاکش خیلی ناپاکه، یکی نژاد، یکی زبان، اصلا معنی نداره. یعنی شما وقتی نگاه بکنید یعنی که تمام زبان‌های دنیا از واژه‌های مختلفی اومده تو، اتفاقا زبان غنی‌تر میشه. درسته که بهتر ما اگر یک کلمه فارسی داریم به کار ببریم، ولی چه اشکالی داره که زبان ما کلمات عربی، فرانسه، نمیدونم انگلیسی نه. اگر داشته باشیم معادلش رو آره، ولی اگر نداشته باشیم خود اون کلمه بره. من فکر میکنم که چون اون تاسیان هم مثل اون معادلهای دیگه کامل این کلمه رو بار مفهومیش رو انتقال نمیده، در نتیجه این نوستالژی باقی میمونه، باقی مونده. حالا شاید یه زمانی برسه و یه کس دیگه حالا یه چیز دیگه بگه و کامل ایرادی نداره. نوستالژی هم قشنگ بر آره میگم داشتم فکرم تو برای گیلانی ها ممکنه کار کنه، شاید برای همه کار کنه، ولی حرف مزخرفی بود احتمالا. نه دیگه قشنگ آره. اتفاقا به شما اسمی هم خیلی، یعنی کلماتی هست که مال یه لهجه یا حتی یک زبان، مثلا خب یه سری از این چیزهایی که توی مناطق مختلف ایران هست و لهجه میشه گفت، یه سریشو گویش میگن، یه سریش هم زبانه دی. یعنی شما مثلا ترکی و کردی و بلوچی رو نمیتونید بگید لهجه یا گویش، این زبانه، برای خودش یه چیز. خیلی کلمه ها هست که از اینا اتفاقا اومده تو فارسی و جام افتاده. آره این تاسیان که آیه چیز به کار برد، شاید بیشتر در معرفیش بود، سایه یادش بخیر، کم کم دیگه داره جا میفته. یعنی فقط گیلانی ها نمیگن، یعنی تا دیدید شما، تا گفتید من این کلمه بود تو ذهنم که بله اشکالی نداره من میادم میارن خیلی از این کلمه ها رو از جای شیرازی ها، اصفهانی ها، نمیدونم گیلانی ها، آذربایجانی ها میارن. آره این تنوع اقلیمی و زبانی و لهجه‌ای در ایران خب خیلی جالب. سوال دومم این بود در مورد یه دوره دارین شما صحبت میکنین، مثلا هم دوره کانون پرورش فکری. واقعا یه سوالی برای من شد، چون یه سری آدم مثلا همکارتون بودن، بعد اسم همه رو میارین، یک اثری گذاشتن، شناخته شدن، ما میشناسیمشون، یا مثلا یه چیزی خوندیم اینا، مثلا چرا نسلای بعد هیچ وقت اینجوری نشد؟ یا آیا در آینده خواهد شد؟ خصوصیت مثلا انتظار میره که در یک دوره‌ای که مثلا اینترنت هست و امکان ارتباطات بیشتره، ما مثلا بیشتر آدم‌ها رو اینجوری بشناسیم، یا اینکه مثلا یک جایی وجود داشته باشه، آیا به خاطر حکومت، به خاطر زمان، به خاطر اینترنت، یا اصلا اینجوری هست مثلا ما خارجی متوجه نیستیم؟ شما نظرتون چیه در این مورد؟ والا ببینید، این که یک زمانهایی از قدیم تا امروز هست که یه ویژگی هایی داره و فرق میکنه با زمانهای دیگه، در این شکی نیست. یعنی مثلا میخوام بگم در همین قرن اخیر، یعنی قبل شمسی رو میگم، گذشته که حالا ما دو سال ازش گذشتیم، دهه 40 خب یک اهمیتی داره از نظر همین ادبیات و اینها که تو دهه های دیگه، دهه مثلا 30 و 20 و بعدش هم 50 و 60 و اینها نبوده. این آره این هست، ولی این قضیه که مثلا این چیزها رو میگن که ما دیگر اون بزرگ، این از قدیم اینا رو میگفتن، هر دوره‌ای فکر میکردن آدم های بزرگی درش هست که دیگر تکرار نخواهد شد و اینا، نه اینجوری نیست. یعنی زندگی جریان داره، چیزای دیگه‌اش هم جریان داره، آدم‌های
مختلفی هم هستن. شما فراموش نکنید که در این سالها به خاطر این جو خفقانی که در ایران بوده، خیلی از این استعدادها ناچار به مهاجرت شدن، ناچار به یاد تبعید مهاجرت اومدن اینجا، خیلی هاشون از دنیا رفتن، خیالاشون هم اینجا هستن. اون جوانهای با استعدادش دارن، یعنی هم از قبل و هم الان در اون کشورها مشغول رشد کردن هستن. شما ببینید الان چقدر ما جوان در رشته های مختلف، حالا علمی و از پزشکی و نمیدونم صنعتی و علوم کامپیوتر، اینها رو من حالا نمیگم که چقدر بچه های ایرانی هستن و در دانشگاه ها درس خوندن و دارن کار میکنن که چیز همین رشته های مثلا ادبی هنری و اینها، مثل مثلا نویسندگی، فیلمسازی، بازیگری یا تئاتر و اینا، موسیقی اینا دیگه، چقدر این بچه ها هستن که در هر کشوری، مثلا من در همین سوئد دارم میبینم، در انگلیس هست، در آمریکا هست، در جای دیگه جایزه میگیرن، کتاب مینویسن، فیلم میسازن. خب اینها اگر در یک شرایط آزاد و یک شرایط نه مثل امروز ایران ناهنجار، یه شرایط هنجار در اون کشور بودن، اون وقت مطمئن باشید که دیگه چندین برابر اون مجموعه‌ای که حالا من ازش یاد کردم تو صحبت ها، آدم های با استعداد، آدم های هنرمند اینها بودن. و از اون قبلی ها هم خب خیلی ها مجبور شدن اومدن اینجا، حالا از زودتر مثل مثلا ساعدی حساس‌تر بودن، مثل بیژن مفید، اینا چون آدم هایی بودن که حساسیت بیشتری داشتن، زودتر از دنیا رفتن، خیلی زود اینا رفتن. اینا مثلا 50 سالگی نرسیده بودن هیچ کدوم، شاید 51 سال بوده، دخ کردن به نوعی، یا به نوعی خودکشی تدریجی بود. این است که اینا رو باید در نظر گرفت. و با همه این احوال، من با این استعدادهای جوانی که میبینم امروز، به خصوص در سینمای ایران دارم میبینم، با همه شرایط دشوار و سختی که تو ایران هست، شما میبینید که چه استعدادهایی واقعا پیدا شده از میونه اینها. یکی همین آقای رسولوف که چه کارهای خوبی میکنه، چه فیلمهایی ساخته، و خیلی های دیگه که اسمشون هم حالا نمیدونید. آها، مسئله اینترنت. ببینید، آره، اینترنت از یه جهتهایی تأثیرهای منفی داره، مثل هر چیزی. یعنی اینکه فرض کنید مثلا طرفداران میلیون میلیونی یه موجودا و یه عجق و عجقی مثل مثلا تتلو متلو رو شما دارید میبینید دیگه، یعنی اینا خب حیرت میکنه آدم که مثلا چطور ممکنه یه اینجور چیزی این همه. اینا طبیعیه، اینا به خاطر اینکه خب الان زیاد شده و دنبالش هستن، جای دیگه هم این چیزا رو داره. ولی یک چیز دیگه در کنار این اشکالاتش، یا مثلا در اینستاگرام شما میبینید که چقدر انرژی آدم ها صرف این چیزهای خیلی سطحی و خودنمایی و نمیدونم حالا لباسم اینجوریه و حالا دونم لبم و چشم و اینجوری کردم و حالا فلان کردم و اینها میشه. حالا اون که چه میدونم، مثلا من یادم، من آخرین باری که ایران بودم 1385، یه جایی 17 سال پیش میشه، یه جایی مهمان بودیم، یه سری از این جوانان هم اونجا نشسته بودن و اینها همینجوری این تلفنشون دینگی صدا میکرد، این موبایلاشون، و اینا باز میکردن و این نگاه میکردن و یه ذره گاهی میخندیدن یا به هم نشون میدادن اینا. من کنجکاف شدم، گفتم این چیه؟ گفتن چی، دوستامون جوک میفرستن برام. خب اونم یه امکانش بود. بعد من یادم افتاد و گفتم اونجا، گفتم ما وقتی همسن سال شما بودیم، حالا اگه اینو ممکنه بگم با این فضایی که هست و این فضایی که این روزا میگن همه تقصیرها رو میندازن گردن نسل ما که انقلاب کردیم، ممکنه یقمون رو دوباره بگیرن. آره، گفتم و ما همسن سال شما بودیم، میومدیم مثلا برای اینکه یه چیزی رو انتقال بدیم، یه آگاهی رو یا یه چیزی رو، میشستیم نمیم اعلامیه یا با دست مینوشتیم یا نمیدونم تکثیر میکردیم، میبردیم، مینداختیم، میدادیم به این برابر. حالا شما یه اینجور امکانی در اختیار دارید و این استفاده رو ازش میکنید. آره، اینا هست، یعنی
این استفاده های اینجوری میشه. ولی خب این هم از یا همین کلاب هاست رو شما نگاه بکنید، به هر حال در کنار کلی چیزای منفی که ممکنه داشته باشه یه سری چیزای مثبت هم داره دیگه. و یه نکته ای رو فراموش نکنیم دیگه، با یه دوستی داشتیم صحبت میکردیم از دوستان هم نسل ما، میگفتش که شروع کردم دوباره با این معلم هایی که در اینترنت هستن، بیشترشون هم جوون ها هستن، جوون های پرشور و خیلی زیبا و خوشبیان، انگلیسی یاد دارم میگیرم. بعد با هم صحبت میگیم، گفتم ببین مثلا دوران ما واقعا مثلا اگر تو وضعیت خوب نبود که بری در کلاس های شکوه یا نمیدونم این کلاس های انگلیسی معروف اون موقع ها بود، یا انجمن ایران و آمریکا اسم نویسی کنی و شهریه بدی، امکان این که بری انگلیسی بخونی نبود واقعا. یعنی فقط این مخصوص یک طبقات بالا و طبقات متوسط بالا بود. ولی امروز دیگه این فاصله ها با اینترنت برداشته شده، یعنی همه میتونن از این امکان معلم ها و مثلا در این مورد فقط کلاس های چیز استفاده کنن. همچنان که مثلا در مورد فیلم و سینما، اون موقع اگر یه فیلم بخواستی ببینی کلی باید مرارت میکشیدی، خیلی فیلم ها الان همه اینها در اختیار همگان هست. خب یه مقدار استفاده های نادرست میشه و باید کار کرد، تلاش کرد و سعی کرد که از این امکانات این استفاده ها بشه. یعنی اینکه به هر حال این چیزی که ما همش دنبالش هستیم، اون دموکراسی و نمیدونم اینها که در یه جامعه بیاد، الان امکاناتش در عرصه جهانی، در عرصه مجازی فراهمه، فقط باید از اینها استفاده درست و خوب بشه. نظر من یه اتفاقاتی هست که نمیفته، خیلی برای من عجیب. مثلا نسل ما مثلا 10 تا کتاب بود، من میتونم بگم حالا تو طبقه ما، نمیگم هر مثلا دهی چیزی، ولی همه خونده بودن. عقاید دک دلغک، خداحافظ گاری کوپر، نمیدونم جاودانگی باره هستی، یه جور مثلا با این که اینترنت نبود یه جور زبان ادبی مشترک بود. یا مثلا این از نظر کتابی، یا اینکه یه جاهایی بودش که یه سری آدم پرورش میداد. مثلا یه چیز خیلی جالبی، برنامه تلویزیون داره کتاب باز، تلویزیون ایران، نمیدونم هیچ وقت دیدین این برنامه رو؟ اصلا بله دیدم، بله دیدم، از همون اسمش اصلا من مشکل دارم با این برنامه. حالا شما بفرمایید تا بگم. یه جور باد منفی داره، ولی حالا اصلا اون برنامه برام هیچ اهمیت نداشت. این که تقریبا 80% 90% آدمایی که می اومدن وقتی شروع میکردن که چطور شد کتاب خون شدیم، فیلم باز شدیم، کتاب باز شدیم، اشاره داشتن به اینکه از کانون پرورش کودکی، کانون پرورش یه مدت میرفتن اون کتاب میخوندن، کلاساش میرفتن، یه ربطی به اونجا داشتن. یعنی میخوام بگم یه جاهایی بوده که آدما رو آدمای حسابی پرورش میداده و یه کتابهایی بوده که زبان مشترک شده. خیلی برام عجیبه که با وجود اینترنت این اتفاق نمیفته. بله درست میگید شما. ببینید مثلا واقعا میگم، من همیشه چون من خودم شاهد بودم که چجوری اون مؤسسه فرهنگی رو که اون همه آدمهای واقعا خلاق که اسمشون رو بردم یه سری در اونجا کار میکردن، با عشق و علاقه کار میکردن، این حضرات اومدن و چطور اونجا رو نابود کردن. میدونید یعنی این که مثلا یه بیان یه چیزی رو یه ذره تغییر بدن و اینها یه چیزه، یکی این که بیان و اصلا اولا جزء اولین جاهایی که این حضرات جمهوری اسلامی هجوم آوردن درست از همون روزای اول انقلاب کارون پرورش کودکان بود که من شاهد بودم، داستانش هم مفصله، یه چیزایی شما من گفتم و نوشتم، ولی باید یه وقتی بذارم دقیق تر بگم، چند جام اینا رو گفتم میبینم اصلا فراموش داره میشه. اینا بزرگترین، خیلی وقتا من گفتم این خیلی چیزا که خراب میشه رو میشه درست کرد. جنگ که میشه، ساختمونی که خراب میشه میشه ساخت، من کار دیگه نمیشه کرد، که البته اینا باز اونا رو هم نمی کنن درست نکردن. ولی یه اینجور دوباره اگر شما بخواید از همین امروز مثلا یه چیزی مثل کانون پرورش فکری درست بکنید توی
اون مملکت مثلا 10 سال طول میکشه تا برسه به جایی که حالا بار بده. خب اینها نابود کردن این چیزا رو. اینی که شما میگی کاملا درسته، یه جایی درست شده بود، امکانی بود و آدمهایی رو اونجا کار میکردن با همه مشکلاتی که وجود داشت، با همه فشارهایی که مثلا باز ساواک اونجا بیاورد. اینا داستاناش خیلی مفصله، حالا من میخوام بگم. ولی خب با حمایتایی که میگم مثلا خانم لیلی امیر ارجمند، من همیشه اینو گفتم، از اون موقع میگفتم، بعدا گفتم، به هر حال نقش خیلی سازنده ای داشت. ولی خانم لیلی امیر ارجمند، خانم فرای پردر، صدها شاه و شهبانو و مدیر و نمیدونم رئیس، مگه الان این همه مقامات در ایران وجود ندارن؟ ماشاءالله همشون هم دکترا دارن، همشون هم دنبال اسمشون هزار تا سردار و دکتر و فلاته. اینها در واقع سازنده فرهنگ نیستن. کانون پرورش فکری، مدیریت خانم امیر ارجمند و ارزش‌هاش و خدماتش، من همیشه اینو گفتم، به جای خودش هست. ولی اگر آدم‌های مثل پرویز دوایی، مثل عباس کیارستمی، پرویز کلانتری، عمر رضا احمدی، اینها که اونجا کار میکردن، سیروس تاباز، اینا نبودن، این کانون پرورش فکری که درست نمیشد. الان این همه بودجه، این همه امکانات تو این مؤسسه ها هست، یه مشت آدم بی سواد، بی شعور، متعصب، واقعا دیگه منم دارم احساساتی میشم، یعنی کلمات میگم، اینها دارن اونجا این پولا رو میخورن. تولیداتشون هم چیه؟ ببینید در واقع این مشکل اینجاست. ولی من کلن خوشبینم، یعنی اینی که دارم میگم، من فکر میکنم که با همه استفاده های نادرستی که میشه و وقت و عمر و زندگی آدم ها با این اینترنت و این چیزا که تلف میشه، کفه چیزای مثبت و سودش برای آدم ها، برای اینکه کسب آگاهی، دانش، میگم من گاهی واقعا وقتی صحبت میکنم حیرت میکنم، مثلا میگم چطوری ما اون موقع، مثلا یه مثال بزنم دیگه این بحث رو تمومش میکنم، من یک سالی، سال 1152 تا 53 مثلا چیز بودم، دانشکده رام نمیدادن و اینا، بیکار بودم، شروع کرده بودم به هم برای اینکه یه چیزی داشته باشیم، درآمدی باشه، و همین که کار نباشم، به ترجمه کردن، حالا مقاله نوشتن و مطبوعات اون موقع رودکی و تماشا و اینا چاپ کردن، و از جمله کمک کردن به یه سری از بچه‌هایی که می‌خواستن فارغ التحصیل بشن و تز بنویسن، و که انجامید به تز نویسی. یعنی من یه سری مثلا تز در مورد تئاتر و سینما و اینها، در مورد بعضی شخصیت ها، مثلا یادم یه تز نوشتم راجبه هارولد پینتر، یکی راجبه چیز آرتور میلر، اینا دیگه. الان که دارم فکر می‌کنم خب چجوری من این کارا رو می‌کردم؟ یعنی اون موقع مثل حالا نبود که شما بیاید تو گوگل بزنید و همینجور مقاله و مطلب و اینها بیاد. یک دونه، یک کتابخونه بود در انجمن ایران و آمریکا، میشد رفت اونجا عضو شد. یک کتابخونه هم بود انجمن ایران و انگلیس، که با یه شرایط دشواری میشد عضو شد که بری اونجا و اون کتاب‌هایی رو که اکثراً هم نمی‌دادن شما بیارید بیرون، یعنی باید همونجا می‌شستیم و این کتاب‌ها رو می‌خوندیم یا استفاده می‌کردیم یا مثلا می‌نوشتی یا چیز دیگه، یا یه دیکشنری اگه آدم می‌خواست باید می‌رفت به این جور جاها نگاه می‌کردیم. بعد که نگاه می‌کنم می‌بینم واقعاً چقدر دشوار بود، و الان فکر کنم چجوری اصلا اون کارها انجام می‌شد، مثلا یه چیزی که می‌خواستیم الان به این سادگی میشه پیدا بشه. یاد حرف یکی از این بچه‌ها افتادم که به پدر مادرش میگفت قدیما که شما از این آدرس یابا نداشتید چجوری میرفتید خونه این و اونو پیدا میکردید؟ آره اینجوری بود، یه سری کارها میشد. ولی الان که این همه امکانات وجود داره، و واقعا میگم مثلا یه مدتی دیگه من فکر می‌کنم مثلا دیگه این مشکل زبان ندانستن و نمیدونم فلان اینا حل میشه دیگه، یعنی با همین برنامه‌های ترجمه و اینا کلی از این چیزا میشه. کمتر به نظر میاد که کار انجام میشه، ولی فکر میکنم به نظر میاد حتما انجام میشه و
بذارید با حالا دیگه در این پیران سری یه خورده خوشبین باشیم به این روزگار. دنیا که وضعش خیلی خرابه، یعنی واقعا روز به روز اوضاع دنیا خراب و خرابتر میشه. بله خب دوستان عزیز دیگه بس دیگه ها، یا بفرمایید جناب زراعتی من آخرین داشته باشم و شما رو مرتبط کنم ناصر زراعتی که با پرویز شفا سرگیجه دن اویلر رو ترجمه میکنه، با پرویز دوایی که هیچکاک بروایت تروفا رو معرفی میکنه، هیچکاک بازایی، من شما رو نمیدونم ولی میدونم که دوایی اینطوری هست. آقای دوایی معتقده که میگه سینما مرده است دیگه، هیچ فیلمی به اهمیت و زیبایی آثار اصل کلاسیک ساخته نشد. حتی روایت شد که حتی یکی از فیلمای تیم برتون هم براش برده بودن، گفت نه اینم فیلم نیست و فلان. ناصر زراعتی با سینمای روز ارتباط برقرار میکنه، دنبال میکنه فیلمای هالیوودی یا سینمای اروپا یا حتی سریال ها رو. شما هم مثل پرویز دوایی ترجیح میدید با دور در صدف باقی بمانید؟ نه، من سعی میکنم که نه تنها حالا اون فیلم هایی که شما میگید، حتی برای اینکه در جریان وضعیت جامعه ایران قرار بگیرم، این فیلم های سینمایی و به خصوص سریال های گاهی چندشاور ساخته شده در داخل رو که همش هی این حجاب و نماز میخونن و هی اون میاد میگه نمیدونم تا نمازتون قبول باشه، قبول حق باشه، ما در اون یکی میگه خدا اینجوری گفته، خدا خواسته، اینا هم که باعث آزارم میشه، شاید این نوعی مازوخیزمیه که من دارم و خوشبختانه آقای دوایی نداره. ولی من برای اینکه در جریان این اتفاقای اونجا قرار بگیرم میبینم. نه من فکر میکنم که نمیخوام حالا بگم که چیزی، هر کسی سلیقه‌ای داره و نظری داره و میدونم خیلی ها هستن که این عقیده رو دارن که آره اون سینما دیگه تکرار نمیشه، ولی این معنیش این نیست که تنها کسی که فیلم خوب ساخت در تاریخ سینما مثلا هیچکاک بوده، اگرچه هیچکاک واقعا فیلمساز خیلی خیلی بزرگ و مهمیه. یعنی همین فیلم سرگیجه رو شما وقتی اون کتاب رو میخونید در جریان ساخته شدنش یا فیلمنامه‌ش رو می‌بینید یا فیلم آدم می‌بینه، هر بار من این فیلمو که شاید بیش از 10-20 بار دیدم، بازم هر بار که می‌بینم انگار بار اول. نه من اینطور نیست، من سعی می‌کنم که دنبال کنم ببینم و می‌دونم که کارهای دیدنی و خوندنی هست و به هر حال دنیا اینجوریه دیگه. بله جواب دادم سوال رو، فکر میکنم. سپاسگزارم، متشکرم از 2 ساعت وقتی که با مخاطبان کولبکس گذاشتین جناب زراعتی، ممنونم از شما. هفته آینده با شمیم بهار. اجازه بدید من یه سوال اول بکنم، بعد یه خواهش از شما بکنم و دوستانتون. البته میدونم لطف دارید، محبت دارید، خیلی هم ممنونم از شما، به منم اینجا خیلی خوش میگذره. این خواهش منو که دیگه بیایم حذف کنیم، البته در مورد خودم میتونم بگم، ولی بعضیا که دوست دارن استاد جلوی اسمشون باشه رو من جسارت نمیکنم باشه، ولی بهتره که از این ببینید. مثلا شما نگاه بکنید همه جای دنیا یه سلام علیک ساده میکنن مردم، بعدم خداحافظی میکنن میرن. این مملکت ایران و جمهوری اسلامی دیگه حالت تهوع آور گرفته، تو مجل، تو این جلسات، توی نمیدونم تلویزیون، توی این چیزای دیگه، با عرض سلام و نمیدونم ارادت و احترام و یعنی یک سری چیزا، و بعد بی احترام ترین کارها رو میکنن، بی ترانسیت ترین کارها رو انجام میدن، ولی از این کلمات و این چیزها به کار زیاد میبرن. در مورد اون قضیه اسم کتاب باز هم که گفتم، این پسوند باز معمولا در زبان فارسی به اصطلاح بار منفی داره. مثلا ببینید قمار باز، مثلا چه میدونم خانوم باز، خانوم، میخواستم لفظ خانوم به کار برم، من هم آره. فکرم نمیخواید بگید آره. مثلا بگم چه میدونم پدوفیلا رو مثلا میگم بچه باز، مثلا میدونین، یا قمار باز، یا نمیدونم چی باز، اینای دیگه. خب در مورد کتاب که مثلا قراره یه چیز مثبت باشه، خب خیلی ترکیبای بهتری میشد گفت.
بعد یکی دوتا از این برنامه ها رو من دیدم، با اینکه این آقای بازیگر آقای صحت معلومه حسن نیت داره، خودش هم شنیدم کتاب فروشی داره و میخواد کار خوبی بکنه، ولی باز یه کسایی رو میاره و این کسا شروع میکنن جملات قصار صادر کردن. میدونی این باب شده الان، مد شده تو ایران، یه حرفای کلی میزنن، از یک معنویات پوسیده صحبت میکنن. اون آقای کیه؟ مثلا یکی دوتا از اینا هستن، یه دکتر انوشه‌ای هست که واقعا جز فنومنای وحشتناک، با این جلسه میذارن بعد بلیت میفروشن، هزار نفر میره و این چیزای قصار مزخرف صادر میکنه. معنویاتشون هم اون آقای فرزند اون با ترجمه قرآن کی بود؟ که آقای الهی قمشه‌ای، بله. کمدینشون هم که قربونش برم اون آقا هست که اصلا ببخشید با اینا رو میگم، واقعا میگم اصلا اینقدر اینا، وقت اینا میدونی اینا بعدن پاک کردن اینها مثل اون مشقایی بود که روش جوهر قدیما میریخت که نمیشد پاک کرد، خیلی سخته. و بعد شما ببینید به اینها امکانات میدن، به اینها تریبون میدن، اینا هستن که سالن در اختیارشونه، اینا هستن که تلویزیون در اختیارشونه، رادیو در اختیارشونه، و همین جور این بدآموزی ها رو پراکنده میکنن و همین جور این مزخرفات رو میگن و مردم هم اینا رو گوش میدن و کم کم هم هی چیزای که معنویت ظاهری پوک که زیرش متاسفانه آلودگی هست و کثافت. ببخشید رفتم بالا منبر. خب دیگه وقتمون تموم شد، ممنونم دوستان عزیز، خیلی متشکرم، موفق و سلامت باشید و تا بعد با هم تماس بگیریم از طریق آقای ونداد.